ما خب الان در همین چند روز هم میبینیم پست های زیاد گذاشته میشه در فضای مجازی خیرین یا گروه های به قول شما هلال احمر که مسئله آب رو در سیستان و بلوچستان ظاهرا قرار هست تقلیل بدن به آب معدنی یا آب شرب، در صورت که خب فعالین در سیستان و در خوزستان صحبت از این میکنن که ما سالها هست داریم آب میخریم، مشکل ما آب شرب نیست، هرچند به هر حال همین مسئله خرید آب هم خودش یک مسئله و علامت سوال هست. اما اونها بحث این دارن که ما سه رود بزرگ در خوزستان داشتیم که اینها خشک شدن، ما تالاب هایی داشتیم که بر اساس اینها گاومیش هایش یا دامداری اونها به هر حال ارتزاق میکردن، کشاورزی میکردن. مسئله فقط بحث آب شرب نیست، بحث کلانتری هست که زیست این مردم به هر حال رو به نابود شدن هست. اینکه تقلیل بدن، حتی الا عمد و صح به شما کار نداریم، اما اینکه شما این مسئله رو تقلیل بدیم به اینجایی که خب به هر حال ما یک دو تانکر آب ببریم یا مثلا فرض کنین آب معدنی بخوایم، آیا واقعا با چنین مسئله یا به قول معروف نه راهکارهای کوتاه مدتی میشه از در برابر چنین معضل بزرگی ایستاد یا نه؟ من در ادامه عرایزم به همین موضوع پرسش شما داشتم میرسیدم. خب حالا شما به صورت یک پرسش مطرح کردید، بدم نیست. خوبه. این بحث یومیه، یعنی انسان گرسنه یه طرف، بیکار باشی گرسنه باشی یه طرف، تشنه هم باشی که دیگه اصلا نمیشه، و شورش، طغیان، اعتراض، جنبش حق طبیعیه. و من متاسفم برای فعالان سیاسی در ایران که حمایت از این جنبش ها نمی کنن. تحت یک واژه به شدت مسخره و سخیف تحت عنوان جنبش بود. مگر مردم دیوانن؟ مگر انسان بیکاره بیاد تو خیابون گلوله بخوره، بیاد تو خیابون دستگیر بشه؟ اگر دردی نباشه، اگر مشکلی نباشه، اگر معضلی نباشه، برای چی میاد اعتراض میکنه؟ این واژگان جنبش کور رو آقایون جامعه شناس، آقایون فعالین سیاسی، آقا از ادبیات سیاسی بذارید کنار، هیچ جنبش کور نیست. هر جنبشی اعتراضی که ایجاد میشه و جنبشی که ایجاد میشه ریشه داره. خوزستان یکی از بهترین مناطقی بود که میتوانست بزرگترین کشاورزی داشته باشه و داشت، اما با همین صدها 18 صد در خوزستان و یک کمی بالاتر زدن، رودخانه هایی که بدون صدهایی که بدون مطالعه برای این رودخانه ها زدن. آیا نقل احمدی خیلی خنده داره توی جهان، این رو باید بکنن فیلم سینمایی به نظر من، کمیکش کنن. صد گوتوند که آقایون افتتاح کردن و افتخار سپاه پاسداران بود، زد به گنبد نمکی، زد به یک کوه نمک، معدن بزرگ نمک که میگن 60 کیلومتر فقط، نمیدونم 30 کیلومتر فقط طول اون تونل نمکه، و آب شیرین خوزستان رو 30 برابر آب خلیج فارس شورتر کرد و زد به تمام میلیون ها نخل رو در خوزستان از بین. این مسئله است. وقتی شما مطالعات زیست محیطی، آمایش سرزمینی وجود نداره و فقط فکر استیصال نفت هستی و بعد اینکه مسئله آب رو با و بعد اون مافیای سدسازی که در سپاه سد خوابیده به مراتب، خب این هزاران چرخه و هزاران رانت از ساخت یک سد ایجاد میشه، سدی که زیست محیط رو برباد میده، سدی که 50% آب جاری رو تبخیر میکنه میره، سدی که تالاب ها رو خشک میکنه، سدی که ریزگرد نهایتاً این خشکسالی ریزگردها رو ایجاد میکنه، مهاجرت روستایی رو داره دامن میزنه. از این همه جاهایی هم بوده که حکومت آمد و خوش کرد قرن از این بود که بتواند اونجا استخراج نفت بکنه، چاه نفت بزنه. و این ریزگردهایی که در خوزستان هست 35-40% مال همین قسمت ها بوده. حالا تحت فشار یه مدت اومدن آب و بعضی جاهاشو آزاد کردن که مثلا میگن ما داریم به کاری میکنیم.
بعد مسئله زیست محیطی الان داره تبدیل به یک موزل بزرگ میشه. سیستان و بلوچستان عزیز ما هم همینجوره. اونم یک زمانی اصلا میگفتن انبار قبلی ایران بوده، به این روز کشوندنش، به این روز افتاده. سیستان و بلوچستانی که مساحتش اندازه سوریه است، و بعد ما اینها بهترین مرزداران ما بودن، عرب ها بهترین مرزداران ما، ترک ها، کرد ها همینجور کشور رو، سرحدات کشور رو نگه داشتن، کولبرشون کردن، سوخبرشون کردن، با گلوله میزنن میکشن. خب وقتی برنامه ای نیست، وقتی یک نگاه غارتی و رانتی به اقتصاد و منابع دست برده به طبیعت و سلب مالکیت ملی از طبیعت میکنه و فقط در اختیار ید خودشون و نور چشمیاشون قرار میده، طبیعی که این مسئله ایجاد میشه، طبیعی که در سال آینده به مراتب استانهای دیگر درگیر میشه. در همین جا هم ممکنه همین استانهایی که از بالا آب از اون جای گرفتن، این آب هم دیگه نتونه کفاف بده، به دلیل اینکه اصلا الگوی کشت، یعنی در این کشور شما خودتون بر حال خراسانی، استان خراسان هستید اگه اشتباه نکنم، میدانید که ما دو تا مزیت داریم در ایران. ما 1500 لیتر باید آب مصرف بشه که یه هندوانه تهیه بشه. این 1500 لیتر آب بفروشیم و بیشتر گیرمون میاد. که الان بهترین الگوی کشت زعفران و پسته است، با کمترین آب و تجاری ترین کشت. و الان بسیاری از کشورها، حتی همین کشورهای عربی، به سمت کشت فراسرزمینی رفتن. میدونن سریلانکا نیروی کار ارزان هم هست، کشور پر آبی هم هست، و به اندازه نیازهای کشور خودشون از میوه‌جات گرفته، از غله‌جات گرفته، از گندم، جو، غیره گرفته، اونجا تولید میکنن به مراتب ارزونتر. هندوانه‌ای که ما وارد بکنیم، اگر با نگاه ملی نگاه بکنم، به مراتب ارزونتره. این استقلال، یعنی برنج، این گندمی که آقایون الان هی پوزش میدن و هیچ وقت هم خودکفایی نرسیدن، مثل سال گذشته که مجبور شدن 6 7 تن دوباره 8 تن وارد، 8 میلیون تن وارد بکنن، این مسئله هیچ وقت محقق در ایران نمیشه. آب سرزمینی ایران برای 50 میلیون نفره میتونه آب و غذا میداد. آقایون خب حالا ما جمعیت رفته بالا، تازه میخوان بیان بحث جمعیت، اضافه جمعیت هم بکنن، نمیکشه این سرزمین. در نتیجه ما ممکنه با یک مهاجرت گسترده به برخی استانها تخلیه بشن، از خوزستان گرفته بیا سیستان بلوچستان گرفته بیا استانهای دیگه گرفته که الان داره رفته رفته به این مشکل مواجه میشن. بنابراین اینا همه برمیگردن، جنایتی که در حق محیط زیست شد، جنایتی که در حق توسعه ملی شد، غارتی که نسبت به منابع زیرزمینی نفت و منابع آبی شد، و بی برنامگی و فقدان جهالت. اون کسی که آمد در نظام وزارت جهاد کشاورزی، اگر شما موقع وزارت کشاورزی بود، آمد گفت که در حوضچه دریاچه ارومیه مردم انگور میکارن و این انگور تبدیل به شراب میشه و این شراب ضد اسلامه، ضد قانون خداست، ما بهتره بیاییم سیب زمینی بکاریم. الگوی کشت اونجا عوض کردن. انگوری که در همون محل هم اگر فروش بره از همه محصولات میتونه گرونتر باشه، ولی با یه طرح ابلهانه این اونجا رو تبدیل کردن به یک چیز سیب زمینی، مثلا کاشت سیب و سیب زمینی، کلی آب مصرف شد، 35 صد بر روی دریاچه ارومیه زدن و این دریاچه رو خوش کردن و با 11 میلیارد تن نمک الان احتمالش هست که به هر حال با اولین طوفان 15 استان رو درگیر بکنه و حتی تا تکیشش تا ترکیه هم بره. کشوری که به کارشناسی، به توسعه، نظامی که اقتصاد مال خر میدونست، همینه دیگه. ما به اینجا باید برسیم.